تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم و امروز برای دیدن مینیاتورها و تذهیب‌های مریم میرزایی، هنرمند ایرانی ساکن لندن، به گالری P21 اومدم. من کارم رو از دانشگاه شروع کردم برای طراحی فرش، ولی من چون طراحی رو خیلی دوست داشتم، وقتی اومدم بیرون رفتم توی بازار. یک سال توی بازار با طراحای بازاری کار میکردم. وظیفه من به عنوان یه شاگرد در وهله اول اینه که اول کپی بکنم، هم از مکتب‌های مختلف گذشته هم از مینیاتورهای جدید. این به من کمک می‌کنه یه چیزی رو خلق کنم که نه مربوط به گذشته است، نه مربوط به این هنرمنده، یه چیز مال خودمه. مثلا وقتی مقایسه می‌کنیم تک فیگورای قدیم رو با تک فیگورای الان، اون موقع خانم‌ها شکم داشتن، مدل وایستادنشون اتفاقا اینجور بوده بیشتر شکمشون رو نشون بدن و تیپ اینجوری بهتر بوده، مدل نشستن، ناز کردن، نگاه کردن. مثلا کانتمپرری مینیاتور وقتی که ما نگاه میکنیم، مدل نشستن خانم‌ها یه خورده باوقارتر، نگاهشون با اون شرم نیست، خیلی شارپتر دارن نگاه میکنن، موها دیگه کم پشت و ساده و صاف نیست، موها هایلایت شده و ایناست. بازار وقتی که کارو یاد میدن به شما میگن این گل شاه عباسیه، این گل پروانه ایه، این گل سپره، این گردش مثلا. بعد از یه مدت خودتون دلتون میخواد بفهمین حالا اینا چیه. فکر کنم اگه ما برگردیم با این طراحایی که نسل به نسل این هنر رو یاد گرفتن صحبت کنیم، میتونیم ریشه‌اش رو در بیاریم. من که خیلی جالبه، گلی که توی قسمت‌های دانشگاهی بهش میگن گل شاه عباسی، اونی که از پدرش اینو شنیده و اون از پدرش، اون بهش میگه گل اناری. یعنی شما بعد وقتی که میان ریشه یابی میکنیم، این گل از انار گرفته شده. چرا؟ چون در زمان زرتشت انار خیلی مقدس بوده، یکی از میوه‌های مقدس ما بوده. توی نمایشگاه هم تذهیب داریم، هم مینیاتور داریم، هم کار روی سفال رو شما میبینید هست، هم طراحی فرش رو که البته خب رو فرش انجام نشده، اومده تبدیل به یک کیف شده، این رو داریم. کلن هنرهایی که ما بهش میگیم هنرهای سنتی، که یه جوری هنرهای اسلامی هم اسم میگیره، اینا مجموعی از همه ایناست. یعنی یه نفر نمیتونه بگه من مینیاتور کار میخوام بکنم بدونی که تذهیب بلد باشم. باید کاری که شما انجام میدید در تذهیب روی یک گردشی باشه که ما بهش میگیم گردش حلزونی. یه هارمونی داریم ما. بر همینه وقتی شما یه تذهیبی رو نگاه میکنید هیچ جا چیز اضافه نمیبینید. دایره خیلی بر ما مهمه، اونم به خاطر اینکه اعتقاد داریم کامل ترین شیپ در عالم دایره است. بعد دایره در واقع نشانی از خداست. ما همه ما در این دایره هستیم، هیچ کسی نمیتونه بیرون این دایره باشه. برای همین منفی و مثبتی وجود نداره. ما منفی و مثبتمون به یک اندازه برامون تو این دایره مهمه، چون حضور هممون مهمه توی این دایره. کارهای مریم میرزایی رو دیدیم، حالا بریم سراغ بقیه گزارش ها. در برنامه این هفته یادی از نصرت رحمانی به مناسبت 90مین زادروز شاعر. این روزها این گونم، ببین دستم چه کند پیش می رود، انگار هر شعر باکره ای را سرودم. مردی که دونکیشوت را کشت، اقتباسی مفرح از دونکیشوت سروانتس. گشتی در سوهو، مرکز شبنشینی های شهر لندن، از برای عکس.
دهم اسفند امسال دقیقاً 90 سال از زادروز نصرت رحمانی، شاعر پرطرفدار دهه‌های 30 و 40 خورشیدی می‌گذره. نصرت رحمانی با اولین کتابش کوچ که با مقدمه نیما یوشیج منتشر شد به شهرت رسید و با کتاب‌های بعدیش یعنی کویر، ترمه و میعاد در لجن در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد محبوب دل جوانانی شد که صدای خودشون رو در اشعار عصیانگر و سیاه نصرت رحمانی پیدا کردند. در تماشای این هفته گفتگویی داریم با علیرضا آبیز، شاعر و منتقد ادبی، درباره اهمیت و ویژگی شعر نصرت رحمانی. گفتم کنام شیر لجنزار نیست، بنشین مثل است و خاکستر و نیست مار مثل جدایی و بارش خون. طریق باد مرا سوخت سوخت آدم کرد. من از نصرت رحمانی چی بگم؟ از کسی که این شعرها رو تنظیم کرد و به دست من داد خیلی متشکرم. من خیلی پریشید و یادم نیست، حالا میخونم. مهمترین چیزی که در مورد نصرت رحمانی به نظر من اهمیت داره و این که توضیح میده شهرت اون رو در دهه‌های 30، 40 و 50، مسئله فیگوریست که ایشون به اون منتسب شد و اون فیگور شاعر خراباتیه. این روزها این گونم، ببین دستم چه کند پیش می رود، انگار هر شعر با کره ای را سرودم. شاعر خراباتی در ادبیات کلاسیک فارسی نمونه مثالی شاعر در ذهنیت ایرانی هست، یعنی اینکه شاعری که با هنجارهای اجتماعی سر ستیز داره، احتمالاً آشفته حال هست یا میخواد که به نظر برسه، و این یه جوری به شهرت نصرت رحمانی و یه جور افسانه پردازی حول فیگور نصرت رحمانی کمک کرد. اگر که میدانی که از تعهد شمشیر و قلب بیزارم، اگر که میدانم هنوز بیدارم. نصرت رحمانی از زمره شاعرانی بود که با چاپ نخستین کتابش به شهرت رسید خیلی زود، و دلیلش هم این بود که کسانی که در اون زمان چهره بودن مثل نیما یوشیج و شاعران نامدار دیگه اون رو تایید کردن و همزمان به اصطلاح در فضای پس از مرداد 32 تونست به عنوان یک شاعری که اون فضا رو به نوعی در شعر خودش بازتاب میداد شناخته بشه. البته مطبوعات هم در اون دوران نقش مهمی داشتن، چون تقریبا میشه گفته هنوز شاعر به عنوان یک نیروی اجتماعی مطرح بود و مطبوعات هم ابزار خوبی بودن برای شهرت دادن به شاعران. لیلی چشمت خراج ظلمت شب را از شاعران شهر طلب میکند، من آبروی عشقم هشتا تا به خاک نریزی، پر کن پیاله را آرام تر بخون، آواز فاصله های نگاه را در باغ کوچه های فرصت و میاد. رحمانی رو به نظر من میشه یک شاعر رمانتیک اجتماعی دونست، یعنی شاعری که امر اجتماعی رو یه جوری رمانتیسیزه میکنه، اما تعهد اون برخلاف خیلی از شاعرهای دیگه هم نسل خودش یک تعهد ستیز جویانه و مبارز طلبانه نبود. در واقع بیشتر یک تعهد فردی و شخصی بود و یک تعهدی بود که خودش رو به شکل نوعی گلایه و شکوه از روزگار و زمانه نشون میداد، به جای اینکه به اصطلاح بخواد مبارز باشه و ستیز جو باشه. رمز آزادی در چنبر هر زنجیریست، قفل هم امیدیست، قفل یعنی که کلیدی هم هست، قفل یعنی که کلید. در میان کسانی که از نیما تأثیر پذیرفتن، شعر نصرت به نظر من
شعر خیلی نیرومندی نیست، یعنی مثلا تزاحم تصاویر داره، تزاحم استعارات داره، سطرهای شعر درخشان داره ولی اضافات هم زیاد داره. در واقع شعر ناویراسته است. نصرت رحمانی شاعر بلفطره است به یک معنایی، یعنی شاعری است که نگرش به شدت شاعرانه ای داره ولی در اون وجه ویرایشگری شعر و دانشوری شعر خیلی کار نکرده. خب برای خیلی ها این جذاب هست و برای من هم در دورانی که خیلی جوان‌تر بودم شعر نصرت رحمانی رو خوندم و ازش لذت می بردم. اولین کتاب شعری که خوندی یادته؟ آره، هنوز مدرسه ابتدایی می رفتم که یه روز یواشکی رفتم سر وقت کتابای پدرم. اسمش چی بود؟ میاد در لجن. چه اسم عجیبی. شعرش هم همینطور عجیب بود. بعدن که دوباره خوندمش خیلی هم به نظرم عجیب نیومد، ولی اسم فوق‌العاده‌ای داره. پروانه مسین آینه وار بر پا نشسته بود در پهنه لجن و هر دو روی آن خط بود، خطی به سوی پوچ، خطی به مرز هیچ. رحمانی نوعی شعر وارد ادب ما کرد که سابقه نداشت. شعر ممنوع، شعر گناه‌آلود. خدایا تو بوسیده ای هیچگاه لب سرب فام زنیمه. رحمانی شاعریست نه اونطور که خود گفته بدنام، بلکه ناکام. شعر رحمانی به ناچار شعر جوانی بود. بنگر چگونه دست تکان میدهم، گویی مرا برای وداع آفرید و با عصا آرام درگاه واره غنودم. مردی که دونکیشوت را کشت عنوان فیلم تازه تریگیلیامه، کارگردان فیلم های مفرح و پربیننده. خیلی‌ها شاید تری گیلیام رو به خاطر همکاریش در نوشتن و کارگردانی بعضی از فیلم‌های مجموعه مونتی پایتون بشناسن. اون در بسیاری از آثارش به نقش تخیل و اهمیتش در زندگی پرداخته. فیلم تازه‌اش هم یعنی مردی که دونکیشوت را کشت از این قاعده مستثنا نیست. تری گیلیام 30 سال در فکر ساختن این فیلم بوده. فیلمی که بر اساس رمان مشهور دونکیشوت نوشته میگل د سروانتس ساخته شده. تماشا با تری گیلیام مصاحبه اختصاصی کرده. I was born by the special will of heaven to restore the lost age of chivalry. I am Don Quixote de la Mancha. And cut right there. Good work. It's about a commercial. فیلم درباره یک کارگردان تبلیغات تلویزیونیه که 10 سال پیش تو دهکده‌ای در اسپانیا فیلمی ساخته به نام مردی که دونکیشوت را کشت. Maybe you need some inspiration. Hey you, come here. Yeah. There's some ideas in here you might want. Steel? Use. Señor. Maybe this one? Wow, that's strange. این آدم در فیلمش از ساکنان دهکده به عنوان بازیگر استفاده کرده بود. No, forget the shoes, man. These are bandidos. Estás enojado. You're angry. Yeah. The girl is in danger. Okay? I am Don Quixote de la Mancha. He goes down. When you hit this one, the neck goes down. Forget the shoes. You are Don Quixote. Sí, comprendo. No. Javier? You are Don Quixote. Okay. Don Quixote. And now این کارگردان حالا در ساخت تبلیغات موفقه و قرار یک تبلیغ در اسپانیا بسازه که متوجه میشه لوکیشنش یه جایی نزدیک اون دهکده است. و با خودش فکر میکنه که سری به دهکده و مردمی که باهاشون با شور و شوق اون فیلم رو ساخته بزنه و یادی از اون روزگار خوش گذشته بکنه. وقتی به دهکده میرسه میفهمه که زندگی اهالی اونجا کسانی که باش کار کرده بودن رو نابود کرده. گیر مردی که نقش دونکیشوت رو بازی کرده بود میفته. اون قبلا کفاش بوده ولی حالا دیوونه شده و باورش شده که دونکیشوته. You've come back to save me. Oh, you tricky peasant. Okay. I'm not Sancho. No. And
You're not Don Quixote. داستان داستان این شخصیتی که قادر رویا ببافه، کسی که نجیب زادگی رو جدی گرفته و به دلیری و شوالیه گری و به دخترانی که در انتظارن که یکی نجاتشون بده ایمان داره. Giant. With arms 6 miles long. She is in terrible danger. و همراهش که واقعگراست و در واقعیت زندگی میکنه باور خاصی نداره. بنابراین فیلم نبرد رویا و واقعیته، چون واقعیت همیشه جلوی پای قهرمان ما سنگ میندازه. قهرمان همیشه داره به یه جایی حمله میکنه و همیشه زمین میخوره. فیلم درباره اعاده یک مفهوم از دست رفته است، باور به جهانی با شکوه که بزرگواری هنوز توش زنده است. We will read it together. Now, I will sound the words and you can look at the pictures. Now here. بازیگر نقش کارگردان ویدیوهای تبلیغاتی آدام درایوره و دونکی شو جاناتان پرایسه. کار هر دوشون عالیه. چون فیلم علاوه بر اینکه رویاییه بسیار هم خنده داره و آدام و جاناتان هر دو در ضمن اینکه در نقش‌های جدی خوبن، کمدین‌های عالی هم هستن. اینه که طنز کار کاملا در اومده. توهم دونکی شوت بودن یه بیماری خطرناکه و به راحتی منتقل میشه. اگه ویروس دونکی شوت رو بگیری، نابودی یا زندگیت شیرین میشه. به نظر من دونکی شوت جاودانیه. He's probably wet himself. I don't like this. Why does everything always have to be about you, Sancho? Films at a certain point for me always become. من فکر میکنم از یه وقتی به بعد فیلم خود به خود پیش میره. من فقط دستی هستم که می نویسه، ولی نویسنده خود فیلمه. وقتی به اینجا می رسی باید مسیری که فیلم تو رو می بره بری. منم همین کار رو می کنم. Look, do you remember years ago, about 10 years ago, I was making a film? You were just an old man I found. I was lost. Forgotten. Yeah, right, but then I found you, and I thought, this guy has an interesting face. It's the kind of face I'd use now to sell insurance. I owe you a great debt, Sancho. You restored it to me. You really don't remember. Don Quixote de la Mancha, the knight of the mournful countenance, come to restore the lost age of chivalry by a special will of heaven. Yes. Well, I wrote that. Okay. I adapted it. The screenplay is a very different language to a novel, but it's. تخیل لازمه زندگیه. اگه آدم مرتب رویا نبافه و مدام جهان بهتری رو متصور نشه، پیشرفتی حاصل نمیشه. You think you can hide from me? We shall have such great adventures together. I am Don Quixote. عکاسی از محله‌های معروف شهرهای بزرگ مثل نیویورک، لندن و پاریس از اوایل قرن 20 برای عکاسان هنری و مطبوعاتی جذاب شد. یکی از این محله‌های معروف و قدیمی محله سوهو در لندنه، جایی که هم میزبان مهاجرها و فرهنگ‌های مختلفه و هم خوشگذرانی‌های شبانه. از چند قرن پیش پاتوق هنرمندها هم بوده و مرکز موسیقی، فیلم و تئاتر و مد. سری بزنیم به یک نمایشگاه عکس که تاریخ فرهنگی و اجتماعی این محله معروف رو مرور کرده. محله پنهان در مرکز شهر لندن که برای رسیدن بهش باید از خیابونای اصلی بیاید بیرون و مجبورید چند تا کوچه پس کوچه تنگ و باریک رو رد کنید و بافت محله هم خیلی قدیمی.
این نمایشگاه درباره سوهو که یه محله کوچیک در قلب لندنه و نزدیک به 500 سال قدمت داره. از همون اول به مرکز هنر و خلاقیت تبدیل شد و شخصیت‌های جالب و بزرگی در چند قرن گذشته به اینجا اومدن. موزارت اینجا رفت آمد می‌کرده، فرانسیس بیکن همیشه اینجا بوده، دیوید بویی و خیلی کسای دیگه. و البته گروه های خلافکار هم همیشه اینجا بودن، چون سوهو مرکز صنعت سکس لندن هم بوده. ویلیام کلاین یکی از هنرمندایی بود که از سوهو عکاسی کرد. او عکاس مطبوعاتی خیلی معروفی در دهه 50 میلادی در نیویورک بود. به کلاین مأموریت داده شده بود که در طول یه شبانه روز از سوهو عکاسی کنه. یکی از عکساش خانواده ریتاندو رو نشون میده که از ایتالیا به سوهو مهاجرت کردن و برای نسل‌ها در این محله بودن. عکس خیلی جالبی که توش تصویر اجدادشون رو رو به دوربین توی دستشون گرفتن. عکس دیگه از کریستینه که یه کارگر جنسیه. یه لباس نازک فیروزه‌ای پوشیده و به دوربین پشت کرده. کنار یه توالت ایستاده و منتظر مشتری بعدی. توی یه عکس دیگه فرانسیس بیکن رو میبینیم که یه نقاش معروف انگلیسیه و تمام زندگیش رو توی کلوپا و میکده های سوهو گذرونده. کلاین یه عکس فوق‌العاده از اسلحه سازای سوهو داره که چند تا تفنگ تو دستشونه. این برمیگرده به این مسئله که سوهو محله‌ای بوده که خشونت و جرم‌های مختلف توش اتفاق میفتاده. سوهو یکی از مراکز جرم و جنایت در لندن بوده. نوجوانای آسیب پذیر به اینجا آورده می‌شدن و در استریپ کلاب‌ها بهشون پیشنهاد کار می‌شد. نیمه شب‌ها پلیس با مینی‌بوس‌های قدیمی به اونجا می‌رفت و کلوین برودی هم برای عکاسی با این پلیس‌ها می‌رفت. یه عکس خیلی جالب از داخل یکی از این اتوبوس‌ها اینجا هست. یکی از عکس‌های برودی که به نظر من یکی از بهترین عکس‌های این نمایشگاه توی یه میکده گرفته شده. به نظر میاد که یک کلوپ جزه، چون توی پیش زمینه میشه یه نقاشی دیواری از این گروه جز رو دید. یه پلیس رو می‌بینیم که با یه چراغ‌قوه روی بالاتن یک مرد جوان نور انداخته. یه نور خیلی ضعیف هم روی چونه پلیس افتاده. تصویر خیلی تیره و تاریه. میشه فهمید که این کلوپ‌ها چه حس و حالی داشتن و انگار میشه حتی بوی این فضا رو هم حس کرد. توی این نمایشگاه عکسای کوریندی رو هم نشون میدیم. میشه گفت که اون عکاسی فشن و مد رو خودش یاد گرفت. کارهای اون درباره مد بالا نیستن. بیشتر شبیه عکاسی مستندن و یکم شلوغ و کثیف هستن. شبیه عکسای اسنپ‌شات یا سردستی هستن. دوستاش رو میبینیم که روی مبلای پاره‌پوله لم دادن. مست میکنن و فیلم میبینن. ما فقط عکسایی رو انتخاب کردیم که توی خونش در سوهو گرفته، برای اینکه ببینیم حال و هوای این محله چه تأثیری روی این عکس داشته. توی یکی از عکس‌ها یکی از دوستاش به اسم جورجینا رو می‌بینیم که داره از روی پرده سفید عکاسی پشت سرش رد میشه. تصویر به هم ریخته است و ترکیب بندی عکس هم خیلی آشفته است. اما وقتی تصویر تموم شده این عکس‌ها رو می‌بینید که عناصر پیش زمینه ازشون حذف شده، اون وقت میشه فهمید که عکس‌های خیلی حساب شده و دقیقی از مد و فشن هستن. عکسای کلنسی دیویس از یک کلوپ خصوصی به اسم کلونی گرفته شدن که فرانسیس بیکن یکی از بنیانگذارای اون بود. تریسی امین و همه اعضای جنبش هنرمندای جوان بریتانیا یا همون YBA در دهه 90 به اونجا می رفتن. All the young Brit artists of the 1990s. یه عکس جالبی اینجا هست از یه خانمی که داره تلاش میکنه از پنجره کلوپ بره بیرون.
اونا فهمیده بودن که این پنجره به کلوپ معروف کناری که اونم خصوصی بود راه داره و میتونن بدون دادن پول ورودی برن داخل. I think it's got an inbuilt resilience and I think it's proved. به نظر من سوهو ثابت کرده که خیلی مقاوم و انعطاف پذیره. اینکه ما الان داریم 500 سال بعد از ساخته شدنش دربارش حرف میزنیم باعث میشه باور کنم که با وجود هجوم توریستا به این محله در نهایت باز هم مقاومت میکنه و من فکر نمی کنم که این پایان سوهو باشه. این فقط یه فصل دیگه از تاریخ این محله. برنامه این هفته هم تموم شد. ممنون از همراهیتون. یادتون باشه که دوباره میتونید تماشا رو در یوتیوب و وبسایت بی بی سی فارسی ببینید و گزارش ها رو هم در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. تا برنامه بعدی، خداحافظ.